شرکت‌های بزرگ خودروساز جهان چون جنرال موتورز، BMW، پژو و دایملر روز دوشنبه برای شرکت در نمایشگاه بزرگ خودروی چین در پکن، پایتخت این کشور، گرد هم آمدند. دست کم 120 مدل جدید خودرو که 36 مدل آنها توسط تولیدکنندگان غیر چینی عرضه شده است، در این نمایشگاه به نمایش درآمدند. بازار خودروی چین سال گذشته و در پی دو سال پیاپی رشد به عنوان بزرگترین بازار خودروی جهان با رکود مواجه شد. در این سال فولکس واگن پرفروش‌ترین خودروساز در چین بود و جنرال موتورز و هیوندای در مقام‌های بعدی قرار گرفتند. چینی‌ها واقعا می‌خواهند صنعت خودروی خود و پیشرفت‌های جدیدشان را به نمایش بگذارند. آنها می‌خواهند خودروهای جدید را نشان دهند. البته این به طور مستقیم با خواست دولت چین در ارتباط است که می‌خواهند به جهان نشان دهند که چین به کشوری با تکنولوژی بالا تبدیل شده است. رکود در بازار خودروی چین پس از آن حاصل شد که دولت مشوق‌های خرید خودرو را کاهش داد و در برخی از شهرهای این کشور به منظور کاهش بار ترافیک و آلودگی هوا محدودیت‌هایی اعمال کرد. با این وجود بسیاری از خودروسازان به امید به رشد مداوم تقاضا در بازار چین بر تولیدات خود می‌افزایند.